با درودهای فراوان از پاریس بسیار سرد و بعد هم ناراحت از این اعتصاب‌های سراسری سندیکاها. به هر حال همه جای دنیا این مسائل هستش. اما آیا میتونی یک روشنفکر باشید؟ آیا میتونید یک روشنفکر باشید و عاشق فوتبال هم باشین؟ پاسخ به آشکارا میشه گفت که آریه. فرقی نمیکنه که فوتبال دوست داشته باشید. این عنوان مستندی است که هرمماتو، روزنامه‌نگار ورزشی و مجری فوتبال کانال پلوس، تلویزیون تجارتی فرانسه، در مورد اون توضیح میده، برای نشان دادن اینکه فوتبال محبوب ترین ورزش جهانه و همچنین این کانال پلوس رو تقریبا یه مقدار نجات داده با گرفتن چند تا لیگ اروپا، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ یک از فرانسه، بازگشتی باور نکردنی داشته. اما هرمماتو میگه که این مسئله فوتبال که اینقدر مورد توجهه، فقط مورد توجه احمق ها نیست. میخواستم از اشتیاق خودم بپرسم، انسان شناسا، مردم شناسا، جامعه شناسا، نویسندگان، دانشمندان علوم سیاسی، مورخان، اعضای کمدی فرانسز عشق خودشون رو به فوتبال نشون دادن. دلایل این جذابیت فوتبال رو به هر حال تحلیل میکنه. هرمماتو میگه که فوتبال استعاری زندگی، شما دچار دردسرهای زیادی میشین، ناگهان لحظه‌ای میرسه که گلی رد و بدل میشه و همه چی فراموش میشه. فوتبال استعاری زندگی است. البته اگر مفسرش دوست از رفته ما، از دست رفته ما مانو باشه. آلبر کامو نویسنده فرانسوی، روزنامه‌نگار و فیلسوف، نویسنده کتاب بیگانه و برنده جایزه نوبل ادبیات هم عاشق فوتبال بود. در جوانی میخواست فوتبالیست حرفه‌ای بشه اما بیماری سل گرفت. به هر حال این تلویزیون کانال پلوس الان در دور جدید فعالیتاش میخواد بسیاری از لیگ‌های اروپا، قهرمانان اروپا، لیگ فرانسه رو پخش بکنه. به هر حال فوتبال‌های اروپایی، لیگ فرانسه بسیاری از مشتریانش رو، یعنی قبلا که این لیگ فرانسه و لیگ اروپایی رو پخش نمی‌کرد، بسیاری از مشتریانش رو از دست داد. به هر حال اینم یکی دیگه از اون عللی که می‌بینیم فوتبال محبوب‌ترین ورزش دنیاست که همه می‌بینن و از هیجانش لذت می‌برن. خوشبختانه مدیر تلویزیون ما هم از عاشقان فوتباله، اگرچه همه او رو تحلیلگر سیاسی می‌شناسن. اما صحبت فوتبال و سیاست شد، به هر حال باید اشاره بکنیم به این وضعی که در جمهوری اسلامی پیش اومد و بعد از فاجعه اون جانباختگان ماه بهمن، یاد همه اونها زنده است، سرنگونی هواپیمای مسافری با موشکای سپاه، اینا همه باعث ترس و نگرانی مردم ایران و جهان شد. همه پی بردن که ایران با این رژیم امن نیست. قهرمانی جهان کشتی در تهران لغو شد. چند رویداد بین‌المللی، کشورها حاضر نشدن که ورزشکارانشون رو به کشوری بفرستن که مردم خودش و کشورهای دیگر رو روی زمین و هوا قتل عام میکنه. به هر حال ولی وقتی مسئله فوتبال پیش اومد و 4 باشگاه اصلی فوتبال اعلام شد که اینا نباید در خاک خودشون میزبان باشن، اینجا بود که همه به فکر افتادن، جلسه تشکیل دادن، وزیر ورزش، وزیر امور خارجه، صالحی امیری، به هر حال همه اعلام کردن که باید یک کاری بکنیم. اما به نظر من همه کارها با تلفن آقای اینفانتینو به شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا عملی شد. به هر حال الان تیم‌های استقلال و شهر خودرو باید دیدارهای میزبانی خودشون رو، دیدارهای رفتشون رو در امارات و شارجه برگزار بکنن و بعد اگر این دوتا تیم انتخاب بشن، اونها هم به پرسپولیس و سپاهان بپیوندن در مرحله گروهی. اما چند تا خبر. یکی اینکه پاریس کانون بسکتبال اروپاست. NBA در پاریس برگزار شد. جمعه شب تیم‌های هورنت و باکس در پاریس برسی، اون ورزشگاه بزرگ
سرپوشیده پاریس این دوتا تیم مسابقه دادن. بلیتا از 65 یورو تا 650 یورو بود. به قول معروف جا هم برای سوزن انداختن نبود. به هر حال این سیرک بزرگ NBA یک شب، تنها یک شب رو این برنامه‌شو آورده بود به پاریس. اما پیراهن المپیک ایران هم به هر حال عرضه شد و کلی حرف و حدیث داره. نقشه دریای خزر و مازندران اصلا در اون نیست، نقشه خوزستان هم در اون نیست. به هر حال این چه جور پیراهن المپیکه که ورزشکارای ما باید بپوشن و برن به المپیک؟ جام جهانی پهلوان تختی در 40مین دورش در کرمانشاه برگزار میشه، اما این جام رو هم یادواره سلیمانی اعلام کردن. پشتگیران نامه امضا کردن بر سر اینکه نام تختی از خیابانی که به هر حال پاک شده دوباره سر جاش بیاد. به هر حال اینها هیچ احترامی به حتی جهان پهلوان تختی هم نمیذارن. اما ورزش بدون زنان زیبا نیست. ما فوتبال آمریکایی یکی از سخت‌ترین و بدنی‌ترین ورزش‌های روی کره زمین. ورزشکارا تمرین‌ها و به هر حال کارهای بدنی بسیار سختی می‌کنند تا برای اون واقعاً برخوردهای شدید آماده بشن. حالا یک خانم ایرانی مارال جوادی‌فر مربی بدنسازی یکی از قوی‌ترین تیم‌های همین NFL هست و تا به حال نشون داده که چقدر شیوه زندگی، شیوه آموزش این ورزشکارا به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و این مربی 36 ساله خانم ایرانی تبار سابقا برای مربیگری فوتبال بانوان مربیگری میکرد، بدنسازی میکرد و حالا یکی از باشگاه های NFL او رو استخدام کرده و در لیگ حرفه‌ای ملی فوتبال آمریکا به حال صاحب عنوانی شده و به حال گفته که من قبلا در نیویورک بودم، این شهر همون جایی است که من سختی خودم رو از اونجا پیدا کردم. امیدواره که دیگر مربیان زن به ورزش‌های پرجمعیت و مردانه قدم بردارن. به حال مارال جوادی‌فر یک مربی ایرانی است در NFL. با همه شما و علی کارگردانمون، رضا در صدا و همکارانم در تلویزیون ایران فردا بدرود میگم.